سلام بچه ها، چطورین؟ حالتون خوبه؟ خیلی خیلی دوستتون داریم، یعنی عاشقانه دوستتون داریم، خیلی مخلصیم. امروز اومدیم با یه ویدیو تازه، خدا رو صد هزار مرتبه شکر که دوباره کنارتونیم، داریم با هم حرف میزنیم، این دونسته هامون رو با هم به اشتراک میذاریم. خیلی ممنون که اومدین، گفتین چه گلایی، اومدین نظر دادین، واقعا مخلصیم، دم همتون گرم، خیلی باحالین. بچه ها یه موضوعی بوده که خیلی وقت بود قرار بود در موردش صحبت کنیم. میدونم گفته بودین که چی کار کنیم توی خونه به زنبورامون کمک کنیم، میتونیم به صورت طبیعی. خیلی از دوستان اومدن گفتن آقا مثلا میتونیم شیره خرما بدیم، میتونیم چیچی نمیدونم موز بدیم یا هر چیزی. اومدیم الان بهتون بگیم که میشه از راه های خیلی راحت تری کمک کرد به زنبور توی فصل هایی که به خصوص خیلی از جاها، خیلی از مناطق ایران، خب یه فصل فقط گرده و شهد دارن. مثلا خود مثلا مناطق ما بیشتر بهارش عالیه با مقطعی توی تابستون، یعنی امکان داره 15 روز 20 روز نباشه دوباره 15 روز باشه. ما میتونیم تو این زمانا چیکار کنیم؟ یک تعداد دوست ندارن تغذیه کنن، یا یه تعداد وسعشون شاید نرسه که بتونن گرده بخرن، بتونن خمیر درست کنن، کیک درست کنن، به زنبور بدن. ما میتونیم این کار رو بهتون پیشنهاد بدیم که میتونیم با گیاه، با کاشتن گلها، گیاهایی که دارای شهد و دارای گرده هستن، میتونیم به زنبوراتون به صورت مقطعی کمک کنیم. مقطعی منظورم چیه؟ خب بالاخره هر گل و گیاهی یه زمان خاصی داره واسه گلدهی، یه زمان خاصی داره واسه شهددهی، گرددهی. ما میتونیم با شناختن گیاها به راحتی تنظیم کنیم کاشتشونو که زنبورامون توی اون زمانی که توی صحرا، توی دشت شهد و گردهی نیست، بتونن از اون چیز مورد نیازشون، اون تغذیه مورد نیازشون از تو همین حیات باغ باغچه خودمون به دست بیارن. درسته اونقدر انبوه نیست، ولی کمکه. بهتر از خیلی چیزای دیگه است، بهتر از داروهاست، بهتر از مکمل است. دوستان بهار که اصولا یا خیلی جا خیلی سردن که هنوز زنبور اصلا بیرون نمیاد، یا خیلی جا کلا گل و گیاه داره، اما یه دونه گل هست که به راحتی میتونید توی حیاتتون پرورش بدین و زودتر از تمام گیاه‌ها گل میده و بسیار جذاب واسه زنبور عسل، گل لاله است. از خانواده لیالاسه فکر کنم میشه توی این مایا بود، الان من بگم دارین عکسشو میبینین. شما میتونین با کاشت پیازش توی فصله سر اونو پرورش بدین و اول بهار یک عالمه گل زیبا توی حیاتون داشته باشین که زنبورا فوق‌العاده جذبش میشن و میرن سمتش. کلا از بهار که بگذاریم، که اصولا بهار همه جا شهد است، تابستون خیلی از دوستان با این موضوع کلا مشکل نمیشه گفت، بالاخره طبیعته. تابستون خیلی از دوستان دارن دست و پنجه نرم میکنن با این موضوع و خیلی ها نمیتونن کوچ بدن. من میتونم بهتون چند مدل گلو واسه اول تابستون پیشنهاد بدم، یعنی واسه ماه تیر ماه و اوایلش. و یکی از معروف ترین اینها سرخار گله. سرخارگل یه گیاهیه که هم به صورت وحشی وجود داره و اینکه فوق‌العاده داروییه. گلای ریز و درشت بنفش رنگ داره و این رنگ بنفش خاص زنبوره، خاص جذب زنبوره. دوستان سرخارگل شما میتونین پرورش بدین توی حیاتتون، دونه داره و همین که میتونین به صورت ریشه‌ای هم پرورش البته داده بشه، فوق‌العاده گل زیباییه، فوق‌العاده گل مفیدیه، جنبه اقتصادی داره، یعنی شما میتونید گلش هم حتی بفروشین دوستانی که دوست دارن چه کارهای اقتصادی زیادی انجام بدن و به راحتی هم پرورش داده میشه و یه چیزی هلوش 3 هفته فکر کنم گل میده، گلدهی فراوانی داره واسه اول و جذابه. یکی دیگه از گلا بومادران معمولیه که اگه دیدینش روی تنه قسمت بالاش گلای ریز نگینی شکلی تولید میکنه و اینکه به خاطر رنگای جذاب مثل بنفش آبی پررنگی که داره، اصولا این رنگا واسه زنبور جذابه. یکی دیگه از جالبترین و راحتترین گیاها گلگاف زبونه دوستان. این گلگاف زبون، یعنی میگم مثلا خود خدا اومده درستش کرده، مثلا خودش اومده رو زمین. بچه‌ها گلگاف زبون هم آفت کشه، هم این که جنبه دارویی داره، هم جنبه غذایی داره، هم جنبه اقتصادی داره و فوق‌العاده شهد داره. فوق‌العاده شهد خوشگل، خوشرنگ و خوشطعمی داره دوستان. اینو حواستون باشه، یعنی هم به صورت وحشیش وجود داره و هم میتونید توی گلدون به راحتی کشت کنید، به راحتی توی باغتون پرورش بدین. مخصوصا دوستانی که سبزی باغ دارن، سبزی باغ به زبون ماه، باغ سبزی دارن
میتونن راحت دور اطراف سبزیاشون پرورش بدن و با این کار یه آفتکش طبیعی هم میتونین داشته باشین. وقتی هم که گل داد میتونین بفروشین، گلاشو جمع کنین و قیمت به نظر من دوستان که میگن عالی داره. دیگه چه گلی بهتون بگم؟ مریم گلی. این مریم گلی رو همتون شنیدین، توی عطاریا شنیدین، توی گیاهای دارویی شنیدین. وحشیش هست، به صورت تخمش هم هست، به راحتی پرورش میشه و نیاز به آفتاب داره. نیاز به آفتاب داره و توی آفتاب فوق العاده سرعتی رشد میکنه. یعنی شما میتونین اینو بکارینش توی گلدون، توی زمینتون و سریع و سپر میکنه یه قسمت رو و فوق العاده جذاب به خاطر رنگ بنفشش. گلگاب زبون به خاطر رنگ آبی تیره داره. من حواسم گفتم بنفش بکنه. دوستان این واسه اوله، برای اول تابستونه، تیر ماهه. من دو مدل دیگه گل بهتون میگم واسه یه وسط تابستون. برای دیگه خود تابستون به نظر من بهترین گیاهی که میتونیم بدونیم و بکاریمش و استفاده همه جوره ازش داشته باشیم آفتابگردونه. به نظر من گیاهی مثل آفتابگردون اینقدر جذاب نیست واسه زنبورا. دوستان بالای 100 نوع مدل ما چی داریم؟ چی بود اسمش؟ آفتابگردون. آفتابگردون داریم. به رنگای زرد هست، قرمز هست، قهوه‌ای هست، نارنجی هستش و هم به صورت کشتیش هست، یعنی به صورت پرورش تخمه هستش میتونید ازش استفاده کنید، هم به صورت تزئینیش. هر چند مدل، یعنی هر 100 مدلش واسه زنبور جذابه. شما اگه نیاز ندارین به برداشت تخمه ازش، شما میتونین مدل‌های زینتیشو بکارین با اندازه‌های قدای 1 متر 50 سانت 60 سانت، یا میتونین هم بخواید از تخمش استفاده کنین میتونین خود محصول دهشو بکارین. و به خاطر این گرده زیبایی که داره و طولانی مدت بودن گلش، دوستان ما الان داریم تو باغ، حالا شاید بعداً عکسش فیلمش گذاشتیم واسهتون، طولانی مدت و یه شهد کمی هم داره و این که باعث میشه اصلا این اکوسیستم باغتون تغییر کنه. این پرنده های مختلف رو میکشونه به باغتون، حشرات گردزا رو میکشونه به باغتون، به خصوص پروانه. دوستان خیلی زیباست، هم به باغتون یه زینت خاصی میده. دو مدل دیگر هم نام میبرم، توضیحاتش رو میذاریم ایشالا برای یه ویدیو دیگه. این دو مدل هم یادتون باشه، فقط اینکه کاشتشون متفاوته یک ذره. یکی حسمیت ها هستن، گیاه های حسمیت، و همچنین سرخارگل برگ ناریک، برگ باریک، نه ناریک، برگ باریک. دوستان خیلی دوستتون داریم، خیلی دوستتون داریم. الان یه چودش 7-8 مدل گل رو بهتون گفتم، شما هر کدومشم که بکارین واقعا به زنبوراتون کمک میکنین، واقعا باعث میشین که یه کمکی توی شهداوری، گردآوری تو زمانهایی که نیست کم بودشه داشته باشه واسه شون. ایشالله تو ویدیوهای بعدی هم گیاهای بیشتری رو میگیم، به خصوص سبزیجات. یک دونه ویدیو کامل در مورد سبزیجاتی که کمک میکنه واسه گرد و شد، یه ویدیو کامل میسازیم میذاریم واسه تون. لایک، کامنت، شیر، اون پایین قرمزه میاد این پایین، یادتون نره. خیلی مخلصیم، عاشقانه دوستتون داریم، خیلی باحالی. خداحافظ.